ندا با زخم‌های دیابتی، این شاید بهترین عنوان برای این داروی سلولی باشه. این دارو علت زمینه دیابت رو درمان می‌کنه، باعث میشه زخم‌های دیابتی ظرف یک هفته تا دو هفته به طور کامل بهبود پیدا می‌کنه. و در کنار دارو، جدیدترین تجهیزات مورد نیاز این حوزه که بومی سازی شده است. دستگاه گروه خونی رو به سفارش انتقال خون تولید می‌کنیم و این در واقع ما میشیم تنها کشوری که توی منطقه داریم رو تولید می‌کنیم. مشابه فرانسوی داره، به هزینه‌های بسیار بیش از 5 برابر هزینه‌ای که ما می‌تونیم تامین کنیم. نمونه ای از محصولات بیش از 80 شرکت دانش بنیان که در بزرگترین رویداد علمی کشور در حوزه سلول‌های بنیادی ارائه شده است. تا 3-4 سال قبل اونقدر مسئله تجاری سازی شدن و تولید محصول نبود، صرفاً بیشتر تولید مقالات و تولید علم بود که خدا رو شکر قسمت نمایشگاه‌های ما رو اگه سر بزنین این به طور وضوح و به چشم میاد که نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیانمون چقدر فعال هست. در سومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی، متخصصانی از کشورهایی چون فرانسه، سوئیس، هلند، آمریکا، ژاپن، آلمان، روسیه و کانادا حضور دارند و در تحقیقات خود حضور محققین ایرانی را ضروری می‌دانند. تعداد زیادی از محصولات برتر و داروهای پرکاربرد سلولی در ایران تولید شده. استفاده از فناوری‌های روز جهانی و توانایی بالای دانشمندان ایرانی دلیل این موفقیت با ارزشه. در ایران نزدیک به 3 داروی پای سلولی تولید شده و 7 داروی دیگر به زودی وارد بازار خواهند شد. نیاز هست که ما کیفیت محصول رو همیشه مد نظر داشته باشیم و همکاران ما شرکت های دانشمندانی که تو این زمینه کار میکنن این موضوع رو درک میکنن و امیدوار هستیم که به سال آینده محصولاتی رو تو بازار محصولات جدیدتری رو داشته باشه. و خبر خوب این که آیین‌نامه سلول های درمانی توسط وزیر بهداشت ابلاغ شده و از این پس داروهای سلولی در لیست تجویز پزشکان متخصص قرار خواهد گرفت. ارزش بازار سلول های بنیادی در جهان نزدیک به 2000 میلیارد دلاره. پیش بینی شده تا سال 2020 با تلاش متخصصان داخلی ایران بتونه نزدیک به 2% سهم از این بازار بزرگ رو کسب کنه.